توی این ویدیو همراه ما باشید. حقایقی باور نکردنی رو از زندگی زنده یاد محمد علی فردین میخوام بهتون بگم. از دوستیش با غلامرضا تختی تا ماجرای اینکه چی شد نماد جوانمردی و معرفت توی ایران شدش. با ما همراه باشید. میخوایم مروری بکنیم زندگی فردین رو. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. خب ویدیو امروز در مورد محمد علی فردینه، بازیگر قدیمی ایرانی که نماد معرفت و جوانمردی توی ایران شناخته میشه. فردین متولد سال 1309 در تهران هستش. اون فارغ التحصیل مقطع پایان دبیرستان یا همون دیپلمه و فعالیت خودش رو از کشتی در کنار غلامرضا تختی شروع کرد. اون بعد از ورزش بودش که موفق شد به سینما ورود بکنه و توی شاخه‌های مختلف سینما فعالیت داشته باشه. فردین توی خانواده اصیل تهرانی در خیابون ادیب‌الممالک کوچه صحت به دنیا اومد. پدرش علی گل فردین کارمند اداره تسلیحات و همچنین بازیگر تئاتر اون موقع بود. مادرش هم خونه دار بود. محمد علی فردین فرزند بزرگ خانواده به حساب می اومد و دو تا برادر و یک خواهر کوچکتر از خودش داشت. فردین از کودکی عاشق ورزش بود. اون شنا و نقاشی رو از همون سنین کوچیکی شروع کرد و در زمان تفریح خودش به باشگاه نیرو می رفت و در کنار شنا ژیمناستیک هم کار می کرد. در 13 سالگی سمت رشته وزنه‌برداری رفت. مدتی هم این ورزش رو دنبال کرد. ولی بعدش به پیشنهاد کیومرس ابوالملکی وارد رشته کشتی شد. اون بعد از عضویت در باشگاه تهران با غلامرضا تختی آشنا شد و زیر نظر اون کشتیگیری رو شروع کرد. اون زمان که فردین کشتی رو شروع کرد دوران اوج تختی بود. همون تایمی بودش که قهرمانی جهان و المپیک رو به دست آورده بود. فردین هم زیر نظر اون و زیر نظر حبیب الله بلور، یکی از ملی پوشان ایران، تمرینات سختش رو توی کشتی شروع کرد. اون در سال 32 وقتی که 23 ساله بود توی مسابقات قهرمانی کشور هم به صورت آزاد شرکت کرد و مدال برنز رو تونست به دست بیاره. یک سال بعد هم در انتخابی تیم ملی برگزیده شد و وارد تیم ملی کشتی ایران شد. تو سال 1333 در کنار اعضای تیم ملی کشتی و غلامرضا تختی در مسابقات جهانی توکیو در وزن 73 کیلوگرم موفق شد نقره بگیره. اون در سال 37 تصمیم گرفت که رشته ورزشیش رو از کشتی آزاد به کشتی فرنگی تغییر بده که انتخاب خوبی هم بود و موفق شدش قهرمان کشور بشه توی همون سال. فردین توی دوران حرفه‌ایش توی ورزش بیش از 8 مدال رنگارنگ رو به دست آورد، ولی خب خیلی زود به دلیل آسیب دیدگی و پاره شدن بخشایی از عضلاتش متاسفانه تو سن خیلی کم از کشتی خدافظی کرد. ولی خب این اتفاق خیلی هم برای فردین بد نبود. اون در سال 1338 وقتی که 29 سال سن داشت تصمیم گرفت که وارد عرصه سینما بشه. ورودش به سینما هم کاملا اتفاقی بود. اون توی 29 سالگی وقتی که برای دیدن یه فیلمی به سینما رفته بود، دکتر اسماعیل کوشان کارگردان و بازیگر رو توی سینما میبینه و ایشون از فردین خوشش میاد و ازش دعوت میکنه که توی فیلم بعدیش حضور داشته باشه. توی همون سال هم فردین در فیلم چشمه آب حیات به کارگردانی اسماعیل کوشان جلوی دوربین رفت و اولین سکانسش رو هم بازی کرد. فردین خودش میگه که اون موقع‌ها خیلی خجالتی و کمرو بود و همین سکانس اول رو متاسفانه کارگردان هزار بار گرفت تا آخر به اون نتیجه‌ای که قابل قبول بود براش برسه. فردین همونطور که توی ورزش خیلی پشتکار داشت و سریع تونست پله‌های ترقی رو طی بکنه، توی بازیگری هم خیلی زود رشد کرد. یک سال بعد از ورودش به بازیگری، یعنی در سال 1339 با فیلم فردا روشن است، سال 1340 با فیلم فریاد نیمه شب تونست خودش رو در سینما تثبیت بکنه و یه چهره شناخته شده باشه. ولی خب اوج شهرتش رو میتونیم در سال 1344 با فیلم گنج قارون بدونیم.
البته که صدای ایرج خواجه امیری پدر احسان خواجه امیری هم توی مشهور شدن فردین بی تأثیر نبود. آهنگ های این فیلم با صدای ایرج و اجرای فردین خیلی موندگار شد و هنوز هم مردم این آهنگ ها رو به عنوان آهنگ نوستالژی میخونن، آهنگ آقا خودش خوب میدونه و اومدم از هند اومدم. فیلم گنج قارون یکی از رکورددارای گیشه توی اون زمان بود و میتونیم بگیم که حضور فردین توی این فروش بالا بی تأثیر نبودش. توی اون سال 5.5 میلیون تومان فروش فیلم گنج قارون بود که اگه حالا حساب کتاب بکنیم یه چیزی نزدیک 2 میلیون نفر توی اون سال در سینما فیلم گنج قارون رو دیدن، که خب نسبت اگه بخوایم بگیریم با جمعیت ایران تقریبا میشه بگیم 1/4 یا 1/5 ایران برای دیدن فیلم به سینماها رفتن و فیلم رو در سینما دیدن. فیلم گنج قارون تا مدت ها رکورد داره پرفروشترین فیلم تاریخ سینما و پربیننده ترینش بود. خیلی ها نقطه عطفی این موضوع رو میدونستن در تاریخ سینمای ایران و میگفتن که گنج قارون باعث شدش که مردم با سینما آشتی بکنن و فیلم های بعد از اون بیشتر دیده بشه. فردین علاوه بر بازیگری از سال 1341 به عنوان تهیه کننده و کارگردان هم در سینما فعالیت داشت. اون فیلم گرگ‌های گرسنه رو هم خودش تهیه کرد هم به عنوان بازیگر و کارگردان در اون حضور داشت. فردین در سال 1344 فیلم اولین باد و فیلم عشق و انتقام رو هم تهیه کنندگی، نویسندگی، بازیگری و کارگردانی کرد. دومین فیلم محبوب فردین رو میتونیم فیلم سلطان قلب‌ها بدونیم که این فیلم هم به کمک صدای عارف تونست موندگار بشه. اون در سال 1347 وقتی که 38 سال سن داشت با کارگردانی و بازی در سریال بیاد ماندنی سلطان قلب ها بسیار درخشید و مردم لقب سلطان قلب ها رو به اون دادن. اون در جشنواره سپاس جایزه بهترین فیلم و بازیگری رو به خاطر این فیلم دریافت کردش. اما فردین جز معدود بازیگرهای قدیمی ایران بودش که یه بازیگر بین المللی بود و توی فیلمهای خارجی هم حضور موفقی داشت. اون در سال 1345 تا سال 1347 دو سال به دعوت فیلمساز ایتالیایی به لبنان رفت و توی 2 تا فیلم سینمایی که محصول مشترک بود و خارجی زبان بود حضور داشت. اون در سال 1350 هم به هندوستان رفت و پروژه مشترکی رو با سینمای ایران و هند انجام داد که فیلم همای سعادت بود و هم توی ایران و هم توی هند خیلی فروش داشت. فردین هم مثل خیلی از همدوره‌ای‌های خودش تو سن خیلی کم، یعنی وقتی که 18 سال سن داشت، ازدواج کرد. اون در سال 1327 در 18 سالگی و وقتی که به سینما ورود نکرده بود و توی ورزش هم آنچنان معروف نبود، با همسرش مهری خمالو که در واقع خواهر دوست صمیمیش بود ازدواج کرد. جالب بدونید که همسرش فقط 1 سال اختلاف سنی با اون داره و اون زمان که فردین 18 ساله بود خانم خمالو هم 17 ساله بود. فردین تا پایان عمرش به همسرش وفادار موندش و نه از همدیگه جدا شدن، نه مثل خیلی از خواننده و بازیگرهای دوران قبل از انقلاب ازدواج و طلاق‌های پیاپی رو تجربه کردش. حاصل این ازدواج 4 فرزند، 2 پسر به نام‌های سعید و سیاوش و 2 دختر به نام عاطفه و آمنه هستند. اما فردین بعد از انقلاب به خاطر علاقه‌ای که به ایران داشت ترجیح دادش داخل کشور باقی بمونه و برعکس خیلی از خواننده و بازیگرا که بلافاصله مهاجرت کردن، اون تصمیم گرفتش که داخل کشور بمونه و زندگیش رو اینجا ادامه بده. اون در بحبوحه انقلاب در سال 57 فیلم برفراز آسمان ها رو ساخت و به عنوان بازیگر و کارگردان توی اون ایفای نقش کرد. بعد از انقلاب هم برای آخرین بار در سال 1361 در فیلم برزخی های ایرج قادری در کنار ناصر ملک مطیحی بازی کرد. اما دوران بعد از انقلاب خیلی هم برای فردین روزهای خوبی نبود. توی همون روزهای اول انقلاب فردین به یه دادگاه فرا خونده شد و به اون دستور دادن که دیگه حق بازیگری نداره و تا آخر عمرش از بازیگری منع شده. احمد نجفی بازیگر معروف میگه که
بعدن طی پیگیری‌هایی که من و خیلی های دیگه کردیم از مراجع قوم موفق شدیم اجازه فعالیت و بازیگری فردین رو بگیریم. اما اون زمان محسن مخملباف که نفوذ زیادی توی سازمان سینمایی داشت این اجازه نامه رو پاره کرد و گفت اجازه نمیده فردی مانند فردین در سینمای ایران کار بکنه. محسن مخملباف کارگردان معروفیه که حالا توی اون دوران خیلی مورد توجه مسئولان و حکومت بودش و رفتار تندروانه داشت، خیلی از فیلم ها رو به صورت خودجوش از پرده سینما پایین می آورد، خیلی از مانع تراشی هایی که اتفاق افتاد و ممنوعیت هایی که برای بازیگران و کارگردان هم اتفاق افتاد پشت پردهش همین محسن مخملباف بود. حالا بماند که در سالهای بعد مهاجرت کرد و رفتاری کاملا برعکس اون آرمانهایی که حالا مدعیش بود از خودش نشون داد. اما برگردیم به محمد علی فردین. بعد از مانع تراشی هایی که اتفاق افتاد فردین یه جورایی بازیگری رو برای همیشه کنار گذاشت، تصمیم گرفت که به شغل آزاد بپردازه و توی یکی از محله های قدیمی تهران در میدان ونک یه فرش فروشی باز کرد. خیلی دیگه توی دوران بعد از انقلاب خبری از فردین نبود و انگار مردم اون رو فراموش کرده بودن، تا اینکه رضا کیانیان در سال 1377 آخرین مصاحبه عمر فردین رو هم باهاش انجام داد و توی یک کتابی به اسم ناصر و فردین این مصاحبه رو چاپ کرد. فردین متاسفانه در 18 فروردین سال 1379 به دلیل ایست قلبی جون خودش رو از دست داد. توی اون سال فردین 70 ساله شده بود. خانومش مهری خمالو هم نتونست دوری همسرش رو تحمل کنه و اون هم در سال 1383 از دنیا رفت. جالبه بدونید سام نوری بازیگر این روزهای سینما و تلویزیون خواهرزاده محمد علی فردین هست و از نظر چهره و قیافه و استایلش خیلی شباهت زیادی به داییش داره. اما چی شدش که کلمه فردین و اسم فردین به نماد جوانمردی توی جوامع مختلف ایران تبدیل شدش؟ همونطور که گفتیم فردین از دوستای نزدیک غلامرضا تختی بود و رفتار و منشش هم خیلی نزدیک به اون بود. همونطور که غلامرضا تختی کارهای خیرخواهانه زیادی رو انجام میداد و به مردم فقیر کمک میکرد، فردین هم توی این کارها خیلی همکاری میکرد با اون و کلن آدم دست به خیری بود و برای نوعروس ها جهیزیه تهیه می کرد، برای نیازمندان پول جمع می کرد، توی زمانی که زلزله بوئین زهرا اتفاق افتاد به کمک زلزله زده ها رفت و کلن هر کار خیری که از دستش برمی اومد انجام می داد. واسه همین اون رو یه جورایی نماد جوانمردی حساب می کنن. البته که فیلم سلطان قلب ها و نقش متفاوت فردین و شخصیت کاراکتری که حالا توی این فیلم بازی کرد توی ثبت این عنوان به عنوان جوانمرد سینمای ایران بی تأثیر نبودش. امیدواریم که روح شاد و در آرامش باشه. حتما اگه کارهای محمد علی فردین رو دیدید برامون اون فیلمی که بیشتر از همه دوست داشتید رو توی بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.